به نام خداوند یکتا سلام، وقت شما بخیر. بیننده آخر خط هستید. هشدار از سقوط نظام اقتصادی و برهم خوردن ثبات اجتماعی در افغانستان. امارت اسلامی چگونه و با چه برنامه وضعیت را کنترل خواهد کرد؟ پس از تسلط طالبان در افغانستان، آنچه خوشبینی ها را ایجاد کرده بود پایان انفجار و حمله های مرموز در سراسر کشور بود. اما حالا با گذشت یک ماه و نیم از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نگرانی ها از وضعیت بد اقتصادی گرفته تا ترورهای هدفمند و حمله هایی که به گروه داعش شاخه خراسان ربط داده می شود افزایش یافته. دیروز کابل گواه یک انفجار در دروازه ورودی مسجد ادگاه بود، انفجاری که چندین کشته و زخمی برجا گذاشت. شب گذشته کوتل خیرخانی کابل نیز برای چندین ساعت گواه شلیک های سبوک و سنگین بود. وزارت داخله میگوید این درگیری برای نابودی یک مخفیگاه داعش را اندازی شده بود. آیا داعش یک تهدید جدی برای ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان است؟ حکومت سرپرست آیا موفق به محو حضور داعش در افغانستان خواهد شد؟ از سوی دیگر نگرانی ها از فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان نیز بالا گرفته. اتحادیه اروپا گفته افغانستان با سقوط سیستم های اقتصادی و اجتماعی روبروست، معذلی که خطر مبدل شدن به فاجعه بشری را در پی دارد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که تحولات اخیر سیاسی روند تجارت را با تمامی کشورهای جهان به شمول کشورهای همسایه که شرکای عمده عرصه تجارت با افغانستان بودند را مختل کرده و زمینه را برای بالا رفتن قیمت مواد اولیه و مواد نفتی مساعد کرده. در همین حال وال استریت جورنال گزارش داده که افغانستان 90 میلیون دلار از پول برق بدهکار است و ممکن برق افغانستان قطع و کشور در تاریکی فرو برود. با این حال آیا جلوه فقر و بحران بشری گرفته خواهد شد؟ برنامه حکومت سرپرست برای مبارزه با فقر چیست؟ جهان چه مسئولیتی در این زمینه دارد؟ چقدر پول برای پیشگیری گسترش فقر در کشور نیاز است؟ افزایش دامنه فقر چقدر ثبات اجتماعی را برهم میزند؟ در این برنامه از افزایش حمله های داعش گرفته تا هشدارها از فقر و فروپاشی نظام اقتصادی را به بحث میگیرم. از مهمانان برنامه میپرسم عبور از وضعیت بحرانی کنونی نیاز به چه چیزی دارد. مهمانان من در این برنامه آقایان محمد عمر نهزد، رئیس حزب آما، آقای کریم وطنوال، فعال سیاسی، اینجا در استودیو حضور یافتند، و همینطور هم آقای سید نورالله راقی، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه از ترکیه، روی خط اسکایپ در برنامه با ما وصل شدن. خیلی خوش آمدین به بحث. آقای وطنوال، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، آیا داعش به عنوان یک تهدید برای ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان واقعا عرض اندام کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاستا ده بس گردنوال تا و ده تاسو لیدونکو تا. سپاسگزارم. تر ټولو لمړی باید ووایم چې داعش د تېر حکومت نه پاتې شوې پدیده ده، چې د تېر حکومت په ټول نظامي او پوځي قوت کې رامنځته شو او عملیاتونه یې د تېر حکومت په ترڅ کې ډېر وو. په تېرو څه کم دوه میاشتو کې د دې حملات او د دې تحرکات ډېر لږ وو. دا څو ورځې کېږي چې د دې تحرکات برملا شوي دي. زه فکر کړم نسبت د داعش پخوانیو بریدونو ته دا فعلي بریدونه دومره د تشویش وړ نه دي، اما باید له توجه او پاملرنې ونه غورځول شي، باید جدي ونیول شي. زه فکر کړم تر اوسه پورې هم داعش موږ ته دومره لوی تهدید نه دی چې موږ د اندازې نه زیات ورخطا شو، د اندازې نه زیات سر و پاچه شو سره. زه فکر کړم چې د طالبانو، البته د اسلامي، د افغانستان اسلامي امارت ان د غنی د حکومت په وخت کې دا ثابته کړې ده چې دوی د داعش په مهار کې او لمنځه وړلو کې پوره ظرفیت لري، لکه څنګه چې دا کار مشرقي کې وکړو. د افغانستان حکومت جمع، البته د افغانستان تیر حکومت جمع 250 هیوادونه
د غنی حکومت کې ونه توانیدل چې داعش په مشرقي کې مهار کړي، اما طالبان په هیڅ په نشت امکاناتو وتوانیدل چې دوی هلته تقریبا د حضور صفر ته ورسوي. او دا موضوع په غرب کې منعکسه شوه، او دا د امریکا د متحده ایالاتو په کانګرس کې وویل شوه چې طالبان په دې وتوانیدل چې په مشرقي کې داعش محدود کړي. زه یقین لرم چې د افغانستان اسلامي امارت د هر ډول امنیتی تهدید پر وړاندې مشخصه برنامه لري او جدیت او قاطعیت لري. کوم عملیات هم چې ترسره شوي دي، لکه تېره شپه چې په د خیرخانې خواته ترسره شول، دا ټول په دې معنا دي چې د افغانستان اسلامي امارت د هر ډول امنیتي تهدید د انهدام او د لمنځه وړلو دپاره جدیت لري، قاطعیت لري. تاسو شاید چې د غنی د حکومت په وخت کې دغسې عملیات د ښار په منځ کې نه کېدل، برعکس که تاسو همدا اوس لاړ شئ د پخواني حکومت د ملي امنیت د ملي امنیت ریاست ته، تاسو به هلته استودیوګانې وګورئ چې د داعش په هغه شعارونو، د داعش په هغه آرمونو باندې پوښل شوي دي چې همدلته خپله دی عکس ورته مسئله کړي. برنامه میبینین شما این داعش شاخه خراسان رفت، فکر میکنین واقعا اینا ربطی به داعش دولت اسلامی شام و عراق داره یا نداره؟ اینا کسان دیگری است در تلاش برهم زدن نظم اجتماعی در افغانستان است، در تلاش کشتار بیرحمانه مردم افغانستان است. چه فکر میکنین؟ دی فکری چوکارت، ایدئولوژیک چوکارت د عراق و د سوریه د داعش سره توپیر نلری. تاسو ولیدل چې په پیدا کې کله دی رامنځته شول، دی بعضی بیعتونه درلودل چې ترسره یې کړل. د دې او د عراق او د سوریه د داعش اهداف یو دي، د دې اهداف د هیوادونو د مرزونه وړاندې دي، د مشخص تعریف شوي اهداف لري او ډېر توپیر نه کیږي په اساساتو کې دې سره یو دي. خیلی برمیگردم به شما آقای نهضت، چقدر واقعا قابل نگرانی است در اوضاعی که بر حالش در جریان یک ماه و نیم کابل امنیت خوبی را داشت و حملات مثل انفجاری و جنگ های رو در رو صورت نگرفت، اما دیروز حمله انفجاری صورت میگیره، هرچند داعش تا هنوز در مورد چیز نگفته که آیا کار اونا بوده یا نه، غیر نظامیان تلف میشه. در کوتل خیرخانه وزارت داخله ادعا میکنه که یک مخفیگاه داعش را هدف قرار داده، اونجا هم حتی به خانه های مسکونی آسیب جدی رسیده. چی است این اوضاع؟ چرا افغانستان هیچگاه نامش از انفجار و از این درگیری بر حالش خلاصی نداره؟ به نام خداوند یک تا هستی ساس، با دای احترام به شما میهمانان محترم در بس، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هم وطنان در دیده که هر روز رنج عذاب تحمل میکنند. شکر. ما بار بار گفته بودیم چه در زمان نظام فاشیستی آقای غنی، چه بعد از سقوط نظام غنی، ایگه پس طریق رسانه ما مطرح کرده بودیم که جنگ افغانستان بغرنج است، پیچیده است، نیابتی است، استخباراتی است و به خاطر تحقق اهدافش کشورهای همسایه و منطقه، بازیگرهایشان با قدرت‌های بزرگ هستند هستی و کشورهای منطقه هستند، بازیگرهای فرعی کشورهای همسایه هستند. اینا عضوگیری از داخل افغانستان از علاقات و گروه ها و دسته های مزدور سربازگیری میکنند، موره هایی که از او استفاده میکنند داخل کشور هستند. ما بار بار گپ گفته بودیم. خب اگر به خاطر داشته باشین، وقتی یک جلسه بن دایر میشه، از اونجا ما شروع بکنیم، حضور امریکا در افغانستان با چند کشور دیگه فقط به می بهانه بوده که مرکز تجارت جهانی منهدم شد، متهم ساختن القاعده را و آمدن که ما طالبان را سقوط میتیم و القاعده را هم نابود میکنیم، به می بهانه وارد افغانستان شدند. 20 سال در افغانستان حضور فیزیکی داشتند، علاقات مزدور خود را به گردای ما بار کردند و بالاخره دست خالی برآمدند و در افغانستان هیچ چیزی هم به ما باقی نماند. در اینجا خب وقتی که اینا برآمدن، پیش از برآمدنشان نعمو علاقات مزدورشان به صراحتی موضوع مطرح کردند و خودشان گفتن که در افغانستان 22 گروه تروریستی وجود داره. اونا ارقام دارن که 22 گروه دیگه هم به خاطر دو گروه آمده بودن کورا از بین ببرین، ولی 20 دیگه هم اضافه شد. دریجه که از اون جمله 21شان میتونه داعش باید باشه. این داعش پیدی شومی است که خواسته های انسان انسانیت در گلویش تخته کرده و تخته میکنه، فقط برای سرکوبگری در هر کشور بودن، از نظر ایدئولوژیک هم، از نظر افکاری هم، از نظر عملکرد فیزیکی هم روشن که به نظام سابقام چه کاری میکرد و الان چه کاری میکنه در اینجا. درست.
در پولی مثلا این نگرانی از قبل وجود داشت، چون جنگ جنگ نیابتی هسته. تا زمانی که حکومت ها یک نوع سیاست متعادل سیاسی را به خاطر دفع جنگ های نیابتی در افغانستان در سطح ملی بنیادی تدوین نکنند، این مهار نمیشه. بناً ما نیاز داریم به تدوین یک سیاست متعادل سیاسی در سطح ملی و بنیادی. همین که ما قبلا گفته بودیم، الان برای بگیم که همون شکلی که به غنی میگفتیم، غنی پشت کرد بگه پای ما نظر داد، حالا به طریق طالبا میگیم که تا زمانی که یک سیاست متعادل سیاسی را که برگرفته اساس داخلی میشه ترتیب میشه یا تنظیم نکنن، ترتیب نکنن، به هیچ وجه به این بوران پایان داده میشه. نیازهای مردم افغانستان کلانتر از گپ داعش هست. بله، ولی به هر حالش یک خطر جدی میتونه باشه در امی اوضاع فعلی که به هر حالش حاکمیت را طالبان در اختیار داره. ما چند مسئله را به تصویر میخوایم بکشم که نه تنها داعش که شامل این مسئله میشه، همین حرکات روسیه هم شامل این مسئله میشن. مردم افغانستان و تاریخش به چی نیاز داره فعلا؟ نیاز درجه اول تامین امنیت فیزیکی است. دوم تامین امنیت روانی است. سوم اقتصادی است، چهارم سیاسی است، پنجم اجتماعی است، فرهنگی است و بعد وحدت ملی است، اصول و حفظ استقلال است، حاکمیت ملی تمامیت ارضی است. این زمان میشه که به همه ای پا ما واقعا برسیم، اما تامین شوه که ما یک نوع سیاست متعادل سیاسی را تدوین کنیم و میبایست تحریک که طالبا پیش از اعلام کابینه تک قومی، تک حزبی، تک گروهی، تک جنسی خود یک نوع سیاست متعادل سیاسی خود را برملا میکردن که تشویش نگرانی مردم افغانستان رفع میشد، از منطقه هم رفع میشد، از جان هم رفع. متاسفانه چون این سیاست هنوز هم قابل لمس نیست، هرچند گفته میشه که برنامه دارن، ولی این برنامه شامل یک سیاست کلان میشه. تشکر. که باید طول باستار بینن که این هم خط مشه خود فکری ماست. سپاسگزارم. ممنون شما آقای راغی، سلام بر شما، خیلی تشکر از اینکه در بحث با ما هستین. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چندین حمله سوی داعش انجام شد، در ننگرهار، در کنر، در چاره‌کار، مرکز ولایت پروان و شب گذشته در کابل. خبر از چی میتونیم وضعیت فکر میکنیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتان و همچنان مهمانان برنامه و بینندگان تلویزیون نور. تشکر. در مورد سوال شما باید عرض بکنم که ما زیاد با بزرگ نمایی داعش در افغانستان موافق نیستم. داعش همواره یک ذریعه بوده که در گذشته هم حکومت سابقه، حکومت گذشته برای تطهیر چهره طالبان و برای فرافگنی دهشت و وحشت که صورت می گرفت داعش عنوان می شد و بزرگ نمایی می شد. بله. امروز هم با استفاده از سیاست های گذشته طالبان می خواهند برای اعمال تجاوزکارانه، ترور، وحشتی که می آفرینند در واقع فرافگنی بکنن، بار از دوش خود بندازن به نام یک مجموعه موهومی به نام داعش. داعش بزرگتر، خطرناکتر از خود طالبان نیستن. طالبان تا دیروز تمام انفجار و وحشت و دهشتی که در کابل در افغانستان صورت می گرفت توسط طالبان صورت می گرفت. حالا طالبان افتخار میکنن که ما امنیت آوردیم. خب امنیت تنها انفجار کم شده، انفجار و انتحار که برای خود طالبان انجام میدادن. دیگر چیزی دیگری در افغانستان از مفاهیم امنیت کاهش نه تنها نیافته، بلکه کشور به طرف قهقرا، به طرف یک فاجعه بزرگ، به طرف تقریبا نابودی در حرکت است. شما در تمام زمینه ها میبینید که تمام شیرازه ها از هم پاشیده، هیچ چیزی در داخل کشور، هیچ نظم و نظام و دولت و ارائه خدماتی، هیچ چیزی در این کشور وجود ندارد. و طالبان هم خودشان همین اکنون مشغولند برای مسائل انتحاری پروری و مراکز انتحاری باز کردن، به جای از اینکه به ارائه خدمات فکر بکنند، به مردم فکر بکنند، به گرسنگی و دربدری مردم فکر بکنند. همین اکنون هم طالبان به ایجاد مراکز انتحاری و انفجار و این مسائل می اندیشند. و از طرف دیگر شما می بینید که ترورهای زنجیره‌ای، ترورهای خطرناکی که فعلا اتفاق می افته در گوشه و کنار کشور، یکی نیست، دو تا نیست، ده ها و صد ها و هزارها قتل در جریان دو ماه اتفاق افتاده، روزها ده ها قتل و
محاکمه های صحرایی ما و شما با چشم سر میبینیم. این هست خطری بزرگی که ملت و مردم افغانستان را تهدید میکنه، امنیت مردم را تهدید میکنه. امروز امنیت جانی ندارن مردم، امنیت روانی ندارن مردم، امنیت غذایی ندارن مردم، امنیت اقتصادی ندارن مردم. در واقع نظام فعلی یا دولتی که نامش دولت میگذارن طالبان اصلا در دنیا نظیر نداره. شما میفهمین در جریان دو ماه فقر در افغانستان به 97% ارتقا پیدا کرده. این تنها کشوری هست در دنیا حتی در تاریخ که حجم فقر رسیده به 97%. شما میفهمین که در دوران شاه سابق که گریسنگی افغانستان خوشسالی و گریسنگی تهدید کرد، رابطه هم با دنیا اونقدر گسترده نبود. در اون زمان با حجمی که گریسنگی قرن نامانده بودن با وصفی او افغانستان به 97% فقر نرسیده بود. امروز در دو ماه فقر به 97% رسیده، یعنی تنها فروپاشینی، تنها مرگ تمام مردم افغانستان 97% مردم افغانستان را تهدید میکنند. از این که فاجعه بزرگ دیگه وجود نداره. بنان داعش ذریعه هست که اعمال و جنایات میخوان به دوش داعش بندازن. عملاتی که در کوتل خیرخانه صورت گرفت، گزارش های خیلی دقیق وجود داره که اونجا مخالفین طالبان قرار داشتن، اونجا نیروهای باقی مانده از نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی که طالبان میگن معفو کردیم و عفو عمومی اعلان کردیم، یک مجموعه اونها در اونجا وجود داشتن با خانواده هایشان که قتل عام شدن. در چارکار شما میبینین، شما فیلم ها را حتما مشاهده کردین که حملاتی که اونجا صورت گرفت، زنان، اطفال، قطعه های بدنشان، پاره های بدنشان متلاشی شده در زیر آوارها دیده میشد. و به همین شکل شما در پنشیر اخیرا ما گزارش را دیدم که صلیب سرخ در اونجا رفتن جسدها را جمع کردن، تنها 300 جسد را گزارش است که از اونجا 300 جسد را جمع کردن. خب اینا هستن فاجعه، اینا هستن که در واقع مردم افغانستان به گروگان گرفتن، از یک طرف به گریسنگی کشیدن، از یک طرف در داخل افغانستان با تمام توان قتل عام جریان دارد. تشکر آقای رامی. داعش از این بیشتر چی میتونست بکنه؟ داعش از این بیشتر چی فاجعه اینه میتونست خلق بکنه که طالبان اکنون خلق نکردن؟ سپاس برمیگرده به شما. آقای وطنوال، همین 3-4 روز پیش یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی در این بحث بود، گفت داعش در افغانستان وجود نداره چون اونا صاحب پوششان در افغانستان نیست، داعش جایش در شام و عراق هست نه در افغانستان. حالا آقای راغی میگه که اینها همه موضوعات است که طالبان زمینه را مساعد میسازه برای چنین چیزی، و حتی در مورد مسئله کوتل خیرخانه گفت که اونجا از نیروهای نظامی حکومت پیشین بودند و طالبان برخلاف آنچه گفتن که عفو عمومی است بالای اونا عملیات را انجام داده. چرا باید چنین شود؟ زباید تاستاویم چه پدایش باندې د چارکار په پیخه کې، بله، او د خیرخانه د تیرش په پیخه کې داسې موضوع نه ده چې داعش د په کوم ځای باندې برید کړی وي. دا طالبان دي چې د دوی په تعقیب سي دي، دوی ګوري د دوی ځای پټنځای پیدا کوي او هلته عملیات کوي. د خیرخانه د پیښې معنا دا نه ده چې داعش یو تهدید دی، داعش هلته یو ځای ته ننتلی و بیا طالبان لاړل هغه یې مهار کړل. د خیرخانه د پیښې معنا دا ده چې طالبان په داعش سي دي چې د تېر حکومت پاتې شوني دي، د هغه حکومت پاتې شوني دي، د هغه حکومت په واسطه باندې ایجاد شوي دي چې راغي صاحب غړی و. داعش چارکارو کې هم چیرته برید نه دی کړی، بلکې طالبان د دې پلتنه کړی پیدا کړی دي او د دې پر پټنځای باندې برید کړی. په چارکار کې طالبانو تعمیر نه پراکټ ویشتلی دی نه پټانګ ویشتلی، بلکې کله چې سام محاصره کېږي زه خپله چارکار کې وم، کله چې سام محاصره کېږي دننه خپله دا کوم خلک چې د داعش په نامه یادیږي خپل ځان ته چاودنه ورکوي، د ځان سره دغه تعمیر ته چاودنه ورکوي. او هلته چې کوم معصوم طفل و هغه زنانه وې درې څلور کسه دی د منځ نه ځي، هلته طالبان کور پراکټ نه دی ویشتلی. په خیرخانه کې کومه پیښه چې وه هغه یو تعقیب و، هغه داسې یوه پیښه نه وه چې داعش دې په کوم مرکز باندې برید کړی وي، داعش دې په کوم حکومتي ځای باندې ننتلی وي، یا د ولس یو ولسی ناسته ټارګټ کړی وي. بله، زه د راغي صاحب ځینو نقطو ته راځم. د امنیت پاک لبانې دی وویل چې
امنیت تر هر بل وخت تر هر بل چا طالبانو تهدید کړی دی. وروره، ته چې د کوم حکومت غړی وې، داعش رمانځته کو. ته د دغه حکومت کس یې چې د افغانستان دپاره یې په څو وارې د تر ټولو ناامن هیواد ریکارډ ثبت کړی دی. ته د هغه حکومت کس یې چې د نړۍ په سطحه باندې د تر ټولو فاسد ریکارډونه یې په اوله، دوهمه او درېیمه درجه موږ ته ثبت کړي. د نن ورځې امنیت تاسو د غنی د حکومت د امنیت سره پرتله کوئ؟ د غنی په حکومت کې ته د خپل کور نه د یو ژورنالیست په صفت باندې تر دغه ځایه په امن کې نه شوای راتلی، د دغه ځای نه د بیرته کور ته نه شوای تلی، د ماښام نه وروسته ته په ښار کې د آزاد ګشت و ګذار نه شوای کړی. اختطاف و، رشوت و، غلا و، چور و، غصب و، چپاول و، دا ټول هغه ناانجاریانې دي چې د هغه حکومت نه دغه حکومت ته پاتې دي چې خپله راغی صاحب غړی و. د ترورو په اړه باندې اجازه راکړئ. راغی میگه کې در اون زمان طالبان خود به هر حال اجازه راکړئ حکومت پیشن می جنگید. آقا د طالب او د حکومت او د امریکایانو ترمنځ د جګړې هغه خط سر معلوم دی. تاسو په کابل کې دنه نه څه امنیت درلود؟ تاسو په کابل کې نه اقتصادي امنیت درلود؟ تقریبا 90% خلک په مغه وخت کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوله. د ایسای رسمي عمر دا وښودل، نړیوالو بېطرفو بنسټونو دا ثبت کړله او نشر کړله چې د خلک د افغانستان 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ترورونو په هکله باندې تاسو وګورئ، د غني په حکومت کې هره ورځ درې، دوه، څلور ترورونه کېدل چې په اکثره کې خپل حکومت ښکېل و. علما شهیدانېدل، د مساجدو امامان شهیدانېدل، د موږ او د پوهنتون استادان شهیدانېدل. کی می کردن اونا را فکر میکنین؟ دا د مغه تېر حکومت کی می کردرم د درم د تېر حکومت کول درم حکومت قبلی کی می کرد د تېر حکومت اړوند کړی کې هغه کسانې کول چې پم دې مسایل د پر ماموریت ورکړ شوی وو. ترونه د راغی صاحب د فرمایل موضوع پکړه باندې ما ترور موضوع د فقر په حساب باندې یو اربیا تکرار کوم چې د افغانستان خلک د غنی په وخت کې 90% د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوله. دا خپله د دې اعتراف دی اوس 90% ته رسېدلی دی. د چارهکارو پېښه مې دې ته واضح کړله. اوس طالبان د افغانستان اسلامي امارت په دغه دوه میاشتو کې اجازه راکوي، په دغه دوه میاشتو کې نشي کولی چې د شل کالو د فاسدو حکومت یا فاسد حکومتونو هغه مرداری پاکی کړي. دا وخت غواړي، دا زمان غواړي، باید کار پی وشي تر څو ولس په غذایي امنیت راشي، رواني امنیت راشي، اقتصادي او رفاهي امنیت راشي. آقای وطنوال، در حکومت پیشین و در حالا، در حکومت پیشین کی انفجار میکرد، کی در حکومت پیشین ترور میکرد، در انفجار پیشین کی انتحاری میکرد و حالا ترورهای هدفمندی، مثلا یک دکتر در بغلان با اعضای فامیلش تیر باران میشه، کی انجام میده؟ پاسخگو کیست؟ یک خبرنگار با جمع چند غیر نظامی در ننگرهار ترور میشه، اینا را کی باید پاسخ بده و کی میکنه؟ ز په کامل اطمینان تاسو ته ویلی شم چې د دې ځواب دی د افغانستان اسلامي امارت دی چې د دې ځواب ورکړي چې زه یې پوښتنه کوم. اما اول باید تحقیق وشي چې دغه پیښې چا کړي دي، دا پیښې څوک کوي. بله، باید صادقانه ووایو چې لکه د تېر حکومت په شان باندې د افغانستان اسلامي امارات د خلکو د سازمان یافته ترورونو دپاره نه کومه برنامه لري، نه کوم پلان لري. برعکس، داسې پروګرامونه یې دی په خپلو هڅو باندې شنډ کړي دي. سپاسگزارم. ممنون شما. آقای نهضت، پاسخگو کی است در وضعیت فعلی که خب از یک طرف گفته میشه که داعش نباید بزرگ نمایی شود و داعش یک تهدید نیست؟ بس یه مشکل اصلی این است که مردم باید آرامش روحی داشته باشد، ثبات اجتماعی باید حفظ شود، مسائل اقتصادی مردم باید روش توجه شود. شاید بدترین تصمیم یک فامیل این باشه که دختر خود بفروشد. شما خبر دارین، کی پاسخ میدن؟ فکر نمیکنین که در آینده وقتی که چنین میشه شخصی تنفروشی هم بکنه؟ خب برحالش اگر ما به گذشته تاریخی روند اساس دولت ها طور مراجعه بکنیم، تاریخ افغانستان که ورق میزنیم، اساس همه نظام ها ناشی از افتراق اجتماعی بوده و بیشتر غنی را، غنی و کرزه بیشتر دامن زدن که افتراق اجتماعی سیاسی را میا بیشتر دامن زدن، بیخی کاملا نیره نهادی نکردن دشه. و در این زمان افتراق اجتماعی ریشه در انحصار قدرت، تهمت‌خواهی قومی و تباری و همچنان سست وابستگی داره
که در زمان‌های قبلی هم اونطور بوده. امیدوار هستم که طالبان از تاریخ درس گرفته باشند. اینا افتراق اجتماعی را سازمان نتن، اینا قدرت انحصار نکنن، تمامت خانه باشن، کابینه تک قومی خوده، تک حزبی خوده، تک گروهی خوده، تک جنسیتی خوده، به برنامه خوده تغییر دهی وارد کنن که تا پاسخگو باشن. تا زمانی که کابینه متعادل نشه، تا زمانی که کابینه هم شمول نشه به مفهوم واقعی کلمه، به اساس سه اصلی که بار بار ما گفتیم که متخصصین متحد با ایمان امین در ساختار کابینه نبیه، مشارکت ملی از نخبگان صورت نگره، مشارکت سیاسی از اعضاب هدفدار سیاسی جامعه مدنی در کابینه باشه، او هم متخصص متحد با وقار با وحشت در کابینه بیه، قطعاً کسی که کسی پاسخ گفته میتونه. نه امارت اسلامی پاسخ میگو، نه اعضای کابینه، نه امیر گفته میتونه، نه وزیر رئیس شورای وزیرا، نه اعضای کابینه پاسخ گفته میتونن. این گپی است که فقط مثل که نظامهای قبلی میگفتن که ما پاسخ میگوییم، پاسخ بر اساس یک برنامه مدون گفته میشه. اما برنامه‌ای که احزاب سیاسی جامعه مدنی در کل مردم افغانستان اعتماد بکنه که شما پاسخگو هستین، همو برنامه‌ای که جامعه جهانی اعتماد بکنه که دیگه تهدید نیست افغانستان و امارت برش، دیگه همو برنامه کدام است؟ چرا برنامه مردم افغانستان شیر ساده میشه؟ چرا او برنامه را اگر نمیتونید دیده میشه که از این اکنون هم ضعف مدیریت وجود داره، هم سوی مدیریت وجود داره. وقتی که سوی مدیریت و ضعف مدیریت وجود داشته باشه، یقینا که در سر بیشتر میشه. مسئله داعش شما گفتین، در زمان حاکمیت دیروز همو مزدورای دیروز مطرح میکردن که مردم از طالبان میترساندن، همه را که طالب این میکنه، این میکنه، این میکنه، که بیا که ریشی تور میشه، بروی تور میشه، درشتی دکتوری تور میشه، یک هزار قسم هم کرزی هم اشرفغنی هم ازی مردم از طالب میترسان، ولی امروز طالب ها مردم از داعش میترسانن. این برنامه است که تعویض میشه، این چوکات است بشه که دیگه امروز مردم افغانستان جامعه جهانی را مرد از طریق طالب داعش تهدید میکنن که داعش وجود داره در افغانستان. خب در حالی که بالاتر از داعش، وقتی که فقر وجود میشه که شما مطرح کردن در روز اخبارتون بشه که دیگه بالاتر از خطر داعش، بالاتر از راکت داعش، داعش این راکت خطرناک نیست که یک نفر طفل خودم مفروشه به خاطر اینکه دیگه طفلش اشرف افغانه زنده ببونه. این خطرناک است، این انتحاری خطرناک است یا انتحاری که طالب میکنه. دیروز شما فرمودین بشه که دیجا که بار بار گفته میشد که اشخاص افراد کشته میشد، زخمی میشد، مجروح میشد، قتل عام میشد، مسئولیت طالب با صراحت با وقار طالب خود آقای مجاهد مسئولیت میگرفت که ما همین کار کردیم، بسیار با افتخار میگفت داعش مسئولیت میگرفت، ولی امروز هم باید مسئولیت بگیرنی. امروز کی کار میکنه؟ چرا این کار ما بکنیم؟ کسای بوده حکومت در حکومت کرزی، در حکومت غنی که مسئولیت گرفته بود که ما این طوری کرده بودیم، ولی آمدن کسی به مردم پاسخ نگفتن، از مردم پوزش نخواستن، آمدن و وعده کردن به نام صلح آمدن که 20 سال 40 سال افغانستان در بران برده بودن. عین شکل اولی هم از بشه که اینجا که اول در قدم اول لااقل خود ما به مردم افغانستان یک پوزش بخوایم از مردم که خو یا سوا شد یا خطا شد یا روی این طرح یا این اهداف ما میکار کردیم بشه که اینجا پاسخگو وقتی ما میباشیم که اول ما ساختار خود تنظیم کنیم. همین کابینه که ساخته شده این باعث شوک مردم افغانستان هم است، باعث شوک جهان هم است. در این کابینه همه کس میفهمه کاملا تک قومی، با یک قوم تعلق داره، با یک تنظیم تعلق داره، با یک جنس تعلق داره، با یک مذهب تعلق داره. یک کابینه که تک مذهبی، تک قومی، تک جنسیتی باشه، در افغانستان دیگه هیچ دیگه مذهب نیست، هیچ دیگه قوم نیست، هیچ دیگه حزب نیست. این چه قسم کابینه است؟ و چطور جهان اعتماد بکنه؟ چطور آرامش به وجود بیاد؟ ما بار بار گفتیم که تا که کابینه متخصص نشه به این بحران اقتصادی کسی پاسخگو نخواهد بود. کابینه متخصص باید باشه که برنامه درست اساسی اقتصادی رو تدوین بکنه، کابینه متخصص باشه که برنامه سیاسی رو تدوین بکنه، کابینه متخصص باشه که کلش خود کل گیره خود. ما احترام به همه ملا صاحب داریم، ولی ملا صاحب در بخش خودش تخصص داره. جامل کمالات خود نیست که ملا صاحب دکتر هم باشه، ملا صاحب کارمند برق هم باشه، ملا صاحب نظر سیاسی هم باشه، کل کار انجام بده. ما به همش احترام داریم، او در بخش خودش در مسئله خودش وارد است. برای ما با کابینه با برنامه متعادل نیاز داریم، با کابینه که متعادل فکر کنه، همه تخصص شمول داشته باشه، کابینه شمول باید باشه، تخصص شمول شوه. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره فعلا. سپاسگزارم. ممنون شما. خیلی تشکر آقای راقی. خب به هر حالش ادعا این است از طرف امارت اسلامی که ما برای اختطاف های مسلحانه، رهگیری ها، سرقت های مسلحانه پایان دادیم.
باورتان چیست؟ آیا ربط مستقیم داره فقر به این موضوعات؟ یعنی اگر به فقر رسیدگی شوم و کنترل شوم مسئله اقتصادی مردم افغانستان، این موارد هم خودش فروکش بکنه و نیاز هم نشه؟ چون در بسیار از جاها دیده میشه که یک شخصی شاید به خاطر یک لقمه نانی، به خاطر شب یک چیز بسیار کوچک را دزدی کرده باشه، اما او جزا داده میشه، اما چیزی را که دزدی کرده در دهنش گذاشته میشه، او را در بازار و کوچه برای همگی نشان میده. اینها فکر میکنین که راه حل باشه و میتونه که این نتیجه بخش باشه برای سرقت های مسلحانه؟ و چقدر غم انگیز است آقای راقی که مردم از فقر طفل خود بفروشه؟ دقیقاً قبل از اینکه ما به سوال های شما جواب بگویم، یک دو نقطه را میخوام خدمت خارج بحث بکنم. اول موضوع را که اشاره کردن، گفتن در چارکار اونجا داعشی ها بودن و خود انفجار دادن. ما گزارش موثق داریم که اونجا را خانه های مردم طالبا خودشان براکت بستن. ما کسی از دوستان ما که از نفس منطقه بود، در کنار اون منطقه قرار دارد خانه ایشان، تماسی داشتم، احوالشان را بپرسم، کاملا شاهد عینی بودن که طالبا او را براکت بستند و با تمام توان و آتشی که در اختیار داشتند خانه های مردم را زیر آتش گرفتند و اطفال مردم را زیر آوار ساختند. در مورد عضویت ما در حکومت و حکومت قبلی و جنایت های حکومت قبلی، ما یک تو برای برادر عرض بکنم که حکومت قبلی روی روی سکه که روی دیگرش طالبان هستند بود. یک حکومت فاشیستی، یک حکومت تمامیت خواه، یک حکومت استبدادی که فعلا طالبا او را تاج شبر سر نهادن، تاج در واقع استبداد و نفرت پراگنی و نفرت گستری و در واقع تمامیت خواهی را، یک روی سکهش طالبا هستن، یک روی سکهش هم حکومت قبلی بود. کار کردن یک فردی در یک منصب بسیار پایان رتبه، هیچ مسئولیت و مسئولیت امنیتی نی، مسئولیت اقتصادی نی، هیچ مسئولیت نمیتونه به عهده او بگذاره. یک شخصی که در تصمیم گیری اصلا هیچ حضوری نی که اصلا نامی از اونها نمیشد ببره. حتی وزیرای گذشته که از اقوام دیگر بودن، اونها یک ماموری بیش نبودن، در هیچ چیزی اختیار نداشتن. او حکومت مشهور است در دنیا به نام حکومت سه نفره. او حکومت سه نفره در واقع هم سه نفر بودن که حکومت آوردن، دستی بسته منظم برای شما تحویل دادن و روی شما را هم حکومت سفید میکرد. جنایت ها و قتلی را که شما انجام میدادین، انتحاری که صورت میگرفت، روی تان هم حکومت سفید میکرد و میگفت که داعش میکنن. اما حکومت بود که 600 هزار تنها در زمان حامد کرزه 2007 تا 2014 700 میلیون دلار برای ساختن شما هزینه کرد و شما را در هلیکوپترها به خانه های مردم و به سرزمین های مردم به شمال انتقال داد. اما حکومت بود، او حکومت بود که در واقع شما را ساخت با پول بین المللی، امکانات بین المللی گرفته از جمع پاکستان، طالب ساخت، طالب ایجاد کرد، طالب تقویت کرد، طالب بر سرنوشت ملت و مردم افغانستان اما حکومت حاکم کرد و بالاخره آمد تحویل داد. تا با آخر هم امرای شما تماس داشت و تا روز آخر هم یکی از افراد بلندپایه‌ایش از خطر زنگ زد نفری را که بیاوری شما ارگ ریاست جمهوری را تحویل داد. آقای راقی، خب این موارد را که شما اشاره میکنید بر حالش به تاریخ پیوسته، در همه اوضاع فعلی فکر میکنید چی باید شود؟ درست. پس سوال شما، ما حالا میایم به سوال شما که جواب سوال شما، فقر واقعا فقر که فعلا در افغانستان بیداد میکنه، این بدتر از هر پدیده دیگری در افغانستان، حیات مردم افغانستان، از زندگی مردم افغانستان، در واقع عزت مردم افغانستان تهدید میکنه. شما در جریان هستین که تعدادی آمدن حتی فرزندان خود به خاطر که فرزندان دیگرشون زنده مانند به فروش میرسانند. کسی آمد خود به دار زد، کسی آمد خود به ضرب گلوله به قتل رساند. این نشان دهنده از است که این فقر کشنده هست. همین فقر است. اگر طالبان ایمان دارن، مسلمان هستن، واقعا پیغمبر خدا میگه کاد الفقر ان یکون کفرا، و در حدیث مبارک دیگه میگن که لو کان الفقر رجلا لقتلته،
یعنی فقر به این انداز بزرگ است. میگن اگر فقر از دروازه بوده و ایمان از کلکین فرار میکنه، طالبان این حجم فقر که بر بالای ملت و مردم افغانستان تحمیل کردن، برنامهشون واقعا چیست؟ پیشتر استاد ما ذکر کردن، برنامه از کجا بیاید؟ کی به برنامه بسازد؟ کسانی که از کوتی روستا شدن امروز میان برای مردم افغانستان برنامه میسازند، اینا اندکترین مسئولیت و سرنوشت ملت مردم افغانستان ندارند. امروز شما میفهمین تمام نهادها فلج است. حتی اینا ارائه خدمات نمیکنن، ارائه خدمات بکنن از اینجا یک مقدار پولی به دست میآید. یکی از منابع حکومت ها از طریق ارائه خدماتشان به مردم منابع پولی به دستشان میآید. او فلج است. شما فرض بکنین پاسپورت هم صادر نمیشه برای ملت مردم افغانستان، در حالی که مردم پول میته و به خزانه دولت طالب پول میتونن واریز بکنن. شما بانک ها بند است، تاجر نمیتونه بره و مواد اولیه ای که مردم افغانستان برای زنده ماندن نیاز دارن از خارج وارد بکنه تا سد رمق برای ملت و مردم افغانستان بشه، این طالب بند کرده. مؤسس های خصوصی و دولتی همه فرو ریخته، همه فلج شده، هیچ چیزی وجود نداره. همه گیزیا اگر طالب بتانه این توان داشته باشه، این ظرفیت داشته باشه که اینا را حد اقل بگویه، شما آغاز بکنین کارتانه، دانشگاه ها آغاز بکنین با تمام توان کارتانه، این یک دو مورد سه مورد از مقررات را که ما وضع میکنیم شروع بکنین، امنیت تانه میگیریم، تمام نهادهای دیگر هم به همین شکل. حالا تمام نهادها فلج است. زنان نمیفهم، یک بار میگن شما خربزه هستین، یک میگن چاکلیت هستین، نمیفهمم شما پوشیده باشین، نمیفهم ایره نپوشین، او را نپوشین، ایره نکنین، خب که در قفس کردن به جای از اینکه از ظرفیت هایی که خانم ها و بانوهای افغانستان شکل گرفته ایجاد شده، توانمندی هایی که دارن در خلاقیت، در برنامه سازی، در ایجاد حکومت، در سریپا نگاه کردن این نهادهای دولتی، از یا استفاده بشه. تشکر. اینا را به این شکل توهین و تحقیر میکنن و در واقع به بند میکشن. بینن ای از کجا دیگر ملت سریپای شوه، از کجای ملت زنده بمانه. ما نگرانی عزیزم که شما خدای ناخواسته و خدای ناخواسته همین اکنون شما از بادغیس و چیز گزارش شاید داشته باشین، بادغیس و بعض غور گزارش دارم که 400 طفل مراجعه کرده به شفاخانه ها، تمامش در حالت مرگ قرار دارن، همه گی از گرسنگی هست. در کابل شما برین ببینین شفاخانه سیاد طفل، بعد صدها طفل فعلا در شفاخانه مراجعه کردن، دکترها تشخیص دادن تمامش از گرسنگی است. اینها هم مرگ است که طالبان پیامش آوردن برای مردم افغانستان. هیچ برنامه ای ندارن، هیچ نمیفهمم، یعنی هیچ احساسی برای ساختن یک کشور وجود نداره. طالبان فقط یک احساس دارن، احساس قتل، احساس براندازی، احساس تخریب، احساسی از بند بردن، چون به این شکل تربیت شدن. اینا جز مدرسه حقانی. تشکر، برمیگردم به شما آقای ابراقی. هیچ نظم و نظام و سلسله مراتب و برنامه ای نیست. همون را دیدن که اینا حکومت و حکومتداری و دولت و دولتداری چیزی بلد نیستن. ممنون، برمیگردم. فقط نمیتن بگن حقوق مهم است، تخصص مهم نیست، دکترا مهم نیست. دیگه چی میگین؟ سپاسگزارم. برمیگردم به شما. خیلی تشکر آقای وطنوال. نظام اسلامی باید پاسخگو باشه و اینها از موارد است که بر حاکم برمیگرده. وقتی یک خانواده شب بدون نام نان شب از صبح میکنه، طفل خودم فروشه، اطفال از گرسنگی به شفاخانه میره، نظام صحی رو به ورشکست است، هشدار از فروپاشی سیستم اقتصادی داده میشه، فکر میکنید چرا اقدام نمیشه؟ مثلا مواردی را که آقای براقی اشاره کرد، بسیار از ارائه خدمات در حکومت است که اونا بر حالش درآمدزاست، مثل گذرنامه که هر شهروند بیشتر از 5000 افغانی اونجا تحویل میتن. به معنای این نیست که کسی گذرنامه بگیره همه در حال فرار باشه، بسیارها میتونه بره به بیرون از کشور و پول پس دوباره به داخل کشور بفرسته، بسیارها میتونه تجارت بکنه از این راه. و در مورد نوعیت گذرنامه، مثلا حتی گذرنامه دوره حکومت های سابق تا دو سال پیش در افغانستان میچلید و قابل اجرا بود، این شناسنامه هم با تازگی ساخته شده. چرا فکر میکنین روی اینها برنامه ریزی نمیشه؟ اگر واقعا برنامه کلی برای فقر زدایی باشه بدون اینکه توجه شوه به گذشته که چی کرده، خب مردم قضاوت خود را کرده، میفهمه که حکومت قبلی فاسد بود، حکومت قبلی به هر حالش با آن که پول زیاد بود اما با آن هم بر تبل فقر میکوبید و مردم را در یک تنگنا قرار میداد.
پدې کې شک نشته دی چې په افغانستان کې د اقتصادي په برخه کې مشکلات شته دي او دا مشکلات واقعا د افغانانو په خاصه توګه د ماشومانو پر وړاندې یو جدید تهدید دی. په دې اړوند موږ واضح د افغانستان په اسلامي امارت باندې غږ کړی دی په هر تلویزیون کې له هر میزه له هر تریبیون نه چې دی باید د اقتصادي فعالیتو دپاره پلان او برنامه جوړه کړي او د اقتصادي فعالیتو دپاره زمینه سازي وکړي تر څو ولس د فقر له باعثه د ناورین سره مخامخ نه شي. لکه څرنګه چې ټول پوهیږي په ګمرکو کې فعالیت شروع شوی دی، دا قابل تحسین ده، اما متاسفانه بعضې دوایر چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د دولت دپاره البته د اوسني دولت دپاره د عوایدو منبع ده، د دې چارې یو څه پڅیدي، یو نظام سقوط کړی دی، چا چې کار کولو هغه د نظام نه اکثریت یا د فساد له وجې یا د رشوتو د دوسیو له وجې تښي دي. نو دغه نظام بیرته په پښو درول، بیرته دا فعالول یو څه وخت غواړي. او زه واضحا د طالبانو په اسلامي امارت غږ کوم چې دوی باید په اقتصادي فعالیتو کې خپل تلاشونه څو برابره کړي. د افغانستان واردات د امسایه وادو صادراتو ته ډېره زمینه مساعده کړي، په سیمه کې د ترانزیت دپاره ډېر کار وکړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان د خپل هغه جیو اکنومیک موقعیت له باعثه یا په دلیل باندې د مرکزی آسیا او د آسیا د جنوب د توسل یوه ډېره مهمه نقطه ده. زه فکر کوم چې د انرژي په برخه کې باید تمرکز وشي چې د مرکزی آسیا نه جنوبي آسیا ته د انتقال لپاره زمینه سازی وشي او د جنوبي آسیا نه د توکو او د موادو انتقال لپاره زمینه سازی وشي. په مجموع کې د کې شک نشته دی چې په اقتصادي برخه کې ټول افغان ولس خپل حکومت د ستونزو سره مخ دی. خپل هم دا اوس د طالب هغه کوم سربازان چې دي، کوم سرتیری چې دي، د یو بوتل اوبو او د بسکټ سره ګزاره کا، ګیز ماسین ماښام خپل پمدې باندې تیروي. اما لکه د تیر حکومت داسې نه دی کړی چې د ولس حق واخلي، خپله یې وخوري، خپله ماڼۍ ولري، خپله په دوبۍ کې چکر ووي، خپله دلته په کابل کې بلند منظورونه ولري، بزنسونه یې په لندن کې وي، په امریکا کې وي، او ولس د لوږې نه مړ شي. دا فعلي اقتصادي خراب وضعیت په ټول عام افغانانو باندې حاکم دی او دا د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت ګرځي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. داشته باشه امارت اسلامي کلن زمینه کلن برنامه شتون لري، کار پر روان دی. تاسو وګورئ چې ګمرکونه تړلي وو، ګمرکونه فعال شول، د مالیه دهندگانو وړو متوسط او غټو مالیه دهندگانو اداره په مالیه وزارت کې بنده وه، هغه یې بیرته فعاله کړه، انسا اداره هغه د خپل فعالیت بیرته پیل کړی دی، کار روان دی. نو دا ټول البته بسنده نه دي، باید دوی ډېر کار وکړي. تاسو یوه نقطې ته متوجه اوسئ، زه د افغانستان اسلامي امارت له مشرتابه غواړم چې د راتلونکي ژمي دپاره د بشري ناورینه مخنیوی وکړي. دوی باید بشري مرستې جذب کړي او د افغانستان ولایتونه په اولویت بندۍ کې راولي. فرض وکړئ دوه میاشتې وروسته د بدخشان ولایت مرکز د ټولو ولسوالیو سره لارې قطع کیږي. زه ویم چې بشري مرستې باید جذب شي او دغسې ولایتونه، دغسې آسیب پذیره خلک زموږ باید اولویت ورکړل شي، دوی ته باید مرستې انتقال شي. همدغه اوس که کومې مرستې شتون لري، کوم ذخایر شتون لري، باید مثلا د بدخشان ولایت ولسوالۍ ته غذایي مواد انتقال شي تر څو په راتلونکي ژمي کې خلک تلف نه شي، موږ د یو غټ ناورین او بدنامۍ سره مخ نه شو. همدې ته ورته موږ په کابل کې په دغه شپږ میلیونه شاوخوا نفوس کې اکثرا فقیر خلک لرو، اکثرا هغه خلک لرو چې راتلونکي ژمي ته د خوراک دپاره هم څه نه لري، د تودولو لپاره هم څه نه لري. د دې خلکو دپاره باید مشخصه برنامه شتون ولري، د دې دپاره د غذایي موادو د توضیع دپاره، د تودولو دپاره مواد باید ورته فراهم شي. او دا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دې دنده ګرځي چې باید د مرسته کوونکو وادونو سره تماس ونیسي او تماسونه نورم پراخ کړي، مرسته جذب کړي. ادي اقل په دغه راتلونکي ژمي کې، په دغه حساس وخت کې د افغانستان د خلکو او د ماشومانو د مړینې د ناورین نه مخنیوی وکړي. ولی فکر میکنی چرا حکومت اقدام نمیکنه؟ اگر پول نیست
خب راههایی هم در داخل وجود داره. آقای راقی اشاره کرد مثلا بسیار از جاهایی است که بسته است، اگر باز شود درآمدزا میتونه باشه. از طرف دیگه هم همینطور اتحادیه اتاقای تجارت صنایع گفته که تجارتش بسته کرده تمامی کشورها با افغانستان با این تحول سیاسی که در افغانستان رخ داد، مخصوصا کشورهای همسایه. فکر میکنید مسئولیت اینا چی است از این کشورها اگر نشه چون این چیزی یا کمک صورت نگیره یا تجارت ها از سر گرفته نشه؟ واقعا ما میریم به سوی فاجعه و زمستانی که در پیش هم داره. زه فکر کوم چې پروتون کې ژمی کې یاد دین اورسته ار نورین چې راځي د دې ډېر مسولیت د نړیوال ټولنې او د سیمې د وادو پر غاړه ده. ځکه دوی په دا شل کاله کې په افغانستان کې په ټولو مسایلو کې، په اقتصادي فعالیتو کې، په نظامي فعالیتو کې، په مدیریتي فعالیتو کې د ښکیل وو. متاسفانه دا ډېره شرمونکې ده چې وروسته له شل کاله اقتصادي، نظامي او صنعتي فعالیت څخه وروسته د افغانستان دولت او د افغانستان ولس د دوه میاشتو دپاره د اقتصادي فشار د تحمل وړ پاتې نه دی. معنا یې دغه ده چې دوی د افغانستان خلک همداسې بخورنمیر ساتلي وو او د افغانستان په حکومت کې چې چا واک درلودلو د ولس حق غصب کړی وو، د ولس هغه ډېره برخه حق ځان ته اخیستی وو، په هغوی ځانو ته بزنسونه درلودل، ځان ته یې بلند منزلونه جوړ کړي وو. او نن وګوره دا خپله دغه اوس فعلا د اقتصادي بحران چې افغانان کړوي یو غټه ګواده په دې باندې چې په تېر حکومت کې افغانان په څومره سویه باندې بخورنه میر ساتل شوي، څومره فاسد حکومتونه که هغه د کرزي وو که د غني وو تیر شوي دي. یعنی دا زه نه ردوم چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلیت هم ګرځي چې باید د دغه ناورین د مخنیوي لپاره عادي اقل تر یعنی لږ تر لږه باید د افغانستان اسلامي امارت په راتلونکي ژمي کې د انساني ناورین مخه ونیسي. سپاسگزارم. همطور آقای نهضت، میبینین شما عملا در کابل هستین، کسانی که از ولایات آمده در پارک ها هستن، شب ها هم سرد شده، روزهای بد را سپری میکنه، نان برای خوردن نداره. موضوع فروش طفل هم اشاره کردیم که خیلی نگران کننده است و خیلی جای تاسف که بسیار سخت است برای هر کسی باشه اگر ما خود را در جای اونا قرار بدیم. در همین وضعیت فکر میکنین برنامه باشه سوی امارت اسلامی که بر حالش مبارزه بکنه یا محو بکنه یا پیشگیری بکنه از آن فاجعه ای که پیش بینی میشه؟ اتحادیه اروپا، سازمان ملل، همه اینها از این موارد هشدار داده. شما میدانین بسیار از مردم در همین کابل بودن، خانه هاشون کرایی هستن، مقدار معاش در بر حالش در موقف های بسیار پایین در حکومت کار میکردن، کار خود را از دست داده و پول برای خوردن نداره، چه برسه برای پرداخت پول برق، پرداخت کرایه خانه و موارد دیگر. چی میشه فکر میکنین با این مردم؟ باور ما این است که در مقدمه ما گفتم که مشکل دیگه که دوستان مطرح کردن، تا کنون ما برنامه مدونی که به همه نیازمندی ها پاسخگو باید باشه لمس میکنیم، چون این چیزی درست در هیچ آدرس مربوط به تحریک طالبان دیده نمیشه. یک نوع نگران کننده است، ناامید میشیم بیشتر از پیش. شما میبینید که حتی در رابطه با اطلاع رسانی یک نوع هماهنگی وجود نداره در بین طالبان. ما میبینیم که در بین طالبان در قسمت اطلاع رسانی که نگرانی یک نگرانی بر مردم خلق میکنه، ارتباط همین داعش هم یکش بگو که داعش وجود نداره، دیگهش بگو داعش وجود داره، قابل تشویش نیست. ببینید حتی اطلاع رسانی به شکل دقیقش هماهنگ نیستند در قسمت اطلاع رسانی، چرا است به اینکه اینا یک برنامه مدون هماهنگ ترتیب کنند، تنظیم کنند. مشکلات ما در هزار نهایه بیشتر است. شما سعی کنین که وقتی که ما مسئله تحول مطرح میکنیم بگیم که یک تحول است. بله. واقعا تحول است، یک چرخش عظیم آمد، یک تغییرات آمد، یک نظام 20 ساله که دستاورد داشتن داشت از هم پاشید. امروز ما اردو نداریم، پلیس نداریم، امنیت ملی نداریم. کسایی که هستن هنوز ملیشه هستن، هنوز یا در چوکات نظام برابر نشدین به شکل دیجا، اونم در چوکات نظامی که مطابق با قانون نظامی خود برابر کرده باشن. خب آمدن نظام سقوط کرد. امروز ما اردوی تعلیم یافته، پلیس تعلیم یافته، امنیت تعلیم یافته که در چوکات نظام که تربیت بدن نداریم. مدل یکی در قسمت بخش سی ما شما ببینید، شما سعی کنید که پیش از بخش سی ما بریم، شما قوای قضایی تون ببینید. شما امروز دوستا گفتن که ما تعقیب میکنیم، مثلا ما بستر به تعقیب قضایا نداریم. وقتی کسی متهم میشه، مظنون میشه،
مجرم پیش از اینکه او جرمی ثابت شوه وقت مجرم خطاب میشه. در گذشته هم میشه، حالا هم مجرم خطاب میشه، ولچک زده میشه یا تکوب میشه به شکل دیگه. خب ما یک مرجع بستر به مرجع وجود نداره برای تحقیق، مرکز عدلی و قضایی وجود نداره. خواهی قضایی ما دیگر رو کنامه زم پاچی همون قسمی که حکومت به برنامه است، خواهی قضایی هم به برنامه است، او ساختار وجود داره. شما میبینید که ما پارلمان نداریم، یک نهاد تصمیم گیر ما نداریم در یک نظامی که نهاد تصمیم گیری وجود داشته باشه. کل گپا که برنامه ریزی میشه به اساس یک فیصله میشه، به اساس تصمیم گیری میشه. نهاد تصمیم گیری از نخبگان دانشمندی که ابزاری نباشند، متحد باشند، از منافع ملی تعریف داشته باشند. بله. منافع ملی قومی فکر نکنند، منافع ملی فکر کنند. اون نهاد تصمیم گیری که بتونه تمام رویدادهای سیاسی را، اقتصادی را، اجتماعی را، فرهنگی را، همه چالش ها را به بحث بگیرند، تجزیه کنند، تحلیل کنند، تبیان کنند، بعد از تبیانشان به اساس همو بیان تصمیم خاص شوه، فرایندش درخشان خواهد بود که ما از جنزار خلاص میشیم. در حالی که ما یک نهاد تصمیم گیری نداریم، چگونه ما امیدوار باشیم که این مشکلات پانده میشه؟ شما سکن که ولایات ما داریم که بعد از یک ماه بعد دیگه ما نمیتونیم تجهیزات سیبرش انتقال بکنیم، با یک ماه بعد نمیتونیم که ما مواد انتقال برشان بکنیم. حتی هشدارها از این است با سرد شدن هوای سرد. بله، ولایات است، مناطق مرکزی است، مناطق بدخشان سمت شمال بسیار مشکل است. وقتی که ما تدابیر داشته باشیم خودش فاجعه انسانی است، باید پاسخگو باید باشه. وقتی که ما میگیم که ما اومدیم پشت نظام قبلی میگردیم، در تاریخ ثبت شد که چه نوع جنایت از نظام های گذشته تا غنی انجام دادن، هیچ نظام قابل قبول کلش مزدور بوده که اومدن. اگر از آدرس چپ آمد از راست آمد کلش مزدور بیگانه بودن با تا غنی را. وقتی که آمد تاریخ ثبتش کرده، تاریخ نشتهش میکنه که غنی چگونه افتراق اجتماعی را سازمان داد، چگونه قدرت انحصار کرد، چگونه تمامت خواهی قومی کرد، چگونه تعصب داشت، تعبیز داشت. اگر ما او ریکارد او برقرار کرد، آل در خشت دیگر هم دستر از او میمونیم، ای به این معناست که ما تعقیبش میکنیم. امروز نظامی را که به صراحت باید گفتیم بشنوه گپای مکنه طریق طالبان بشنوه، نظامی را که یا گذاشتن، حکومتی را که اعلان کردن، این حکومت بدتر از حکومت کابینش است. در حکومت خود چهار نفر مزدور نمایشی بودن، کسایی بود که نمایندگی از پشتون نمیکرد، از تاجک نمیکرد، از ازبک نمیکرد، از ایرانی نمیکرد، مزدور بود، اما مزدور را در پولی خود داشتن. این خود کلش تک قومی است، تک حزبی است، تک گروهی است. بنابراین ما انتظار نباید داشته باشیم که به این شکل. پیشنهاد ما این است که بسیار راههای دیگه وجود داره. حکومت دیروز وقتی که ما معلومات بگیم قد داره، مناطق وجود داره که تحت غصبش کردن، در شهر کابل غصب کردن، بلند منظرا جور کردن، از پول کمک ها جور کردن، کابینه کرده جور کرد، کابینه غنی جور کرد، آسمان خراش سرش ماشاءالله نشته کردن. بسیار رای خوبی وجود داره. اونمو خانه امروز فرار کرده، او از پول خون مردم جور شده، تحت تامین برشه، کرایه بدهشه، پیسهشه بده، به معاش کارگران بده، معاش ما بران بده. این هایش هسته، برنامه ریزی کار داره، اینه مردم استقبال بکنه. وقتی که تو اگر بیایی که بو غصب کنه بود، تا هم غصب کنی، هم رو تقیب بینیم، هم شدید باید اعتماد. تشکر، خیلی تشکر. آقای راقی، در جنبندی گذشته از هر نوع موضوعگیری سیاسی، خوب در امیه اوزا مسئولیت داره امارت اسلامی، چون حاکمیت از آنشان است در افغانستان، تا به مشکل اقتصادی که مردم افغانستان دست پنجه نرم میکنه رسیدگی بکنه. فکر میکنین که چی باید شوه یا چی باید بکنه که از سناریوهای خیلی بد مثل تلف شدن مردم از گرسنگی و موارد اینچنینی جلوگیری شوه؟ اولین کاری که میتونه دولت طالبان انجام بده این هست که ولو بهانه فکرش میکنه، خواسته های بین المللی که عبارت از اونها خواسته های بین المللی در واقع ارزش های هستن که مردم افغانستان هم اونها رو میخواهد، مثل حقوق بشر، حقوق شهروندی مردم افغانستان مورد توجه جدی قرار بدن، رعایت بکنن، از قتل و تلاش و محاکمه های صحرایی جلوگیری بکنن، حقوق زنان را مورد احترام قرار بدن و برای زنان در که نصف پیکر جامعه هستن بدون حضورشان. امروز علم توصیه میگه بشر بعد از سالها تلاش و نوشتن و پژوهش میگه هیچ توصیه بدون حضور زنان و فرصت برابر برای زنان محقق شدنی نیست و قرین برای موفقیت نیست و این مورد توجه قرار بدن. بعد حکومت فراگیر از همگی بالاتر، فراگیر که زن و مرد افغانستان، طایفه های مختلف مردم افغانستان، قومیت های مختلف، زبان های مختلف و گرایش های مختلف در او جمع بکنه، کابینه متخصص
کابینه ای که واقعا بتونه مثل که جناب استاد گفتن برنامه ریزی کنه و برای تطبیق برنامه ها آمادگی داشته باشن، توان داشته باشن، ظرفیت داشته باشن، او را ایجاد بکنه و تا مردم افغانستان همگی خود ببینه. وقتی این مسائل بکنه، اول خو پشتیبانی مردم افغانستان به دست میاره، اول مردم افغانستان با آینده امیدوار میشن و به کار شروع میکنن و تکس میتن تا طالبان یک بخش منابعشان تامین میشه. از طرف دیگه جامعه جهانی برای افغانستان رسمیت میشناسه حکومت طالبان و بعد چیزای سرازیر، کمک های سرازیر میشه. موضوع دیپلماسی را وطن وال سر ذکر کردم، درست است برای دیپلماسی بستر وجود داره که کارها را فراهم کنه که بستر برای دیپلماسی و عمل دیپلماسی فراهم بشه و بعدا شما میگین مردم فرار کردن، مردم از وحشت فرار کردن، شما تنها وزارت خارجه ایتان از داخل 250 نفر رها کردن، فرار کردن، از ترس جانشون فرار کردن. هیچ در وزارت خارجه کلام چیزی نه پولی بود، نه پیسه هست، نه چیزی برای خوردن و برای سوی استفاده در اونجا وجود داره، ولی مردم از ترس جانشون اینا فرار کردن و توقع میره که این مسائل مورد توجه قرار بدن. یک مشکلی مثلا کلانی که وجود داره احساسات بالای دینی هست. وقتی که احساسات بالای دینی وجود داشته باشه، تفکر، اندیشه دینی و تربیه دینی وجود نداشته باشه، این فاجعه می آفرینه، این میبره کشور به طرف قهقرا. بعد میان کسانی که اونا رو من پیشنهاد میکنم که طالبان اونا رو محاکمه بکنن، چنین افرادی که چنین مصیبتی رو میتونه برای ملت مردم افغانستان بار بیاره. کسی میاد مصاحبه میکنه با نمایندگی از طالبان، میگه که کسی که به یک اشاره با غرب همکاری کرده باشه مرتد است و واجب القتل است. اینا میفهمین مرتد واجب القتل بودن یعنی چی؟ این آدم باید پاسخگو باشه، باید محاکمه شوه، این باعث فاجعه میشه، باعث قتل میشه. این قتل هایی که فعلا رخ میده، بخشی از قتل ها را توسط همین انسان ها و این فتاوایی هست که نمچم الله هایی که اصلا نمیدونن دین کجا هست، دین چی هست، این فتواها را میان میتن. بینن طالبان خودشان با امریکا، با غرب اول درخواست کمک نمیکنن، درخواست همکاری نمیکنن. همین اکنون هر روز صدا بلند میکنن که لقمه نان بتین کمک کنین که میبریم از گرسنگی. و از طرف دیگر همین اکنون تلاش دارن برای شناسایی و 18 ماه همراه طالب مذاکره نکردن، گفتگو نکردن، برای امریکا گفتگو نکردن، با نتیجه نرسیدن. در اثر تفاهم امریکا با کابل نرسیدن. خلیلزاد خودش اعلان کرد که ما گفتیم تا کابل بیاین، تا دروازه‌های کابل بعد از او داخل نشوند. ممنون تان آقای راقی. بینن اینا همه گیش نشان میده که اینا خودشان هم همکاری دارن. اگر کفر باشه خب کفر سری خودشان باز اطلاق میشن. بینن این فتوا را جلوش بگیرن. اینا راههایی هستن که میتونه ما را به سرمنزل مقصود برسونه و مردم افغانستان از یک فاجعه تمام عیار که از یک پرتگاه بسیار خطرناک نجات بده. سپاسگزارم. ممنون شما آقای وطنوال. در آخرین پرسش اگر کوتاهش اشاره بکنین، اگر جلوی فقر و بحران گرفته نشه، چقدر فکر میکنین که مسائل جنایی، مسائل خب به هر حالش مشکلات اجتماعی و ثبات اجتماعی از بین بره و از هم بپاشه، مشکلات بیشتری را خلق بکنه و او زمان باز کنترل کردنش سخت باشه، از یک طرف فقر و از طرف دیگه هم جنایات که انجام میشه؟ زه فکر کوم که د اقتصادي بحران مخاونه نیول شي. دا اقتصادي ستونزې چې همدا اوس د افغان ولس ورسره لاس ګریوان دی مخنیوی ونشي، د موږ ټولنیزه شیرازه اړنګي او سیلاسا مهاجرتونه به پیل شي د همسایه ملکونو هیوادو ته، او په زمن کې به موږ په دغه لنډ ژمي کې د یو انساني ناورین، یو بدنام کوونکي ناورین سره مخ شو چې حد اندازې هیڅوک نشي تعینولای، حد اندازې له حد نه وتلې ده. بنان سخت ضرورت لرو، سخت اړتیا لرو چې موږ باید د امنیتي فعالیتو تر څنګ اقتصادي فعالیتونه هم ګړندي کړو تر څو د افغانان د بحران سره مخ نشي. سپاس گزارم. ممنون آقای نوزاد. بسیار کوتاه در حد 30 ثانیه اگر حرفای آخر را داشته باشه. سه چهار موضوع را مختصر بیان میکنم. نیاز است که طالبان اگر واقعا میخوان حکومت بکنن در اینجا، ایجاب میکنه که در جای پای حکومت های قبلی پای نمونن. یک مثلا درست. گپ دومی که اگر واقعا میخوان حکومت بکنن، کابینه خود به مفهوم واقعی کلمه همه شمول بسن، این متخصصین متحده برن
مشارکت ملی باشه، مشارکت سیاسی باشه از جریانات متحد دارای برنامه. و دیگه ای که اگر واقعا میخوان حکومت بکنن، با سایر مذاهب پشت نکنن، با سایر اقوام پشت نکنن، واقعا سیاست متعادل دنبال بکنن، تعامل بکنن، هم با اقوام افغانستان، هم با مذاهب افغانستان، هم با جریانات افغانستان در سطح ملی. و همین شکل وقتی کی کار کردن، سیاست خارجی هر کشور برگرفته از سیاست داخلیش هسته، میتونن که سیاست خارجی خود هم متعادل در سطح جهانی هم بسن که با جهان هم میتونن تعامل بکنن. وقتی که با ما تعامل نکنن در داخل کشور، با مردم افغانستان نکنن، با جهان قطعا تعامل کنن. خیلی سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی، آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب آما، آقای کریم وطنوال فعال سیاسی و آقای سید نورالله راقی استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین از حضورتان در این برنامه. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.